از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفید آلم، هر جام دم پوشم، از جام سفید آلم، هر جام دم پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم، هم سال عوض دایم، هم آتش زردوشتم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم. دوست آمد سار، دل در برم بویاند بر این دراهی. دوست آمد سار، بر ما نظر کن، آرهیم زین گمراهی. دوست آمد سار، دستم بگیر و رهایم کن به راهی. دوست آمد سار، یالا بکن یا مطربه یا همراهی. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار. عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تقسیم و توهین به تاریخ 7000 ساله ما. می نویسم از برومم، از سقوط 7000 سال. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی. برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دینه پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. من زرتشتیم، دینم آتیشه. جشن و ایزه و سن مندر، گرد و گیلک و بلوچ ما، به خونتان، به خونتان تشنگان و تشنگان، آتش آذر آبادگان، سوزد این زمان و مقامتان. خورستان ما، خراسان ما، خورستان ما، خوزستان ما، خوزستان ما و خورستان ما، آب و خاک و سرزمین پاک ما، بحر ما، بحر ما، تازی پلید، جانی عدید، یادگار پلید، گم شو ز شهر و از دیار ما. بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از دینه پیشانی و دلهای سنگین شما. بیزارم از دین شما، بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما. آتش 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 در جان شما، ای خصم ما، ای رهبر پرکینشان، میخوانیم با بود و نبود من، با شهیدان و شاهدان من، آزادی نام تو ترانه شادی. ایران ایران ایران، رنگ بار مسلسل ها، ایران ایران ایران، رنگ بار مسلسل ها، ایران ایران ایران، نشته شده بر ایوان، پشته شده بر ایوان، ایران ایران ایران، رنگ بار مسلسل ها.
مسلسل هم کشته شده بر ایوان. ایران 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 خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان. ایران 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 فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم. نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم. دختران دلیر، جوانان سلحشور، یادگاران کهن هزاران ساله آریایی، دست و گلوی بردار شده، قلب گلوله خورده و سران داغان شده شما را میبوسم. یک خون شما هزاران تقاص رو پس داده تا حالا و پس خواهند داد، خاطرتون جمع باشه. اما به این پیرپاتال ها، به این پدر مادرهای خفته در خانه، خر شده در سجاده، میخوام اینو عرض کنم، میخوام اینو عرض کنم، مردم اگر نفهمید از کجا میخورید همچنان میخورید. بابا الان که این بچه های دلیر و سرحشور ما اومدن بیرون، چرا نمیایین اینا رو کمک کنین؟ چرا نمیذارین پیروزی برسه؟ در داره در میزنه، در بالنگر میزنه. اگه نفهمین از کجا میخورین همونطور میخورین. ببینید عزیزان من، دشمنان ما تو خونه ما هستن و اینا مأمور و جانور و جاسوس هستن. هیچ گول دین و مذهب و فامیلت و عمت و خالت و پسر برادرت بچه محلت نکن. سابقه بر این رسم بود که دشمن حمله میکرد و بعد آدم های خودش میکاش تو هر شهر و ده و روستایی و کلی مأمور دیگه، آدم ها میترسیدن. کم کم همه این نسل عوض میشد. اینا این استعمار جدید از 500 سال پیش که صفویه رو ساختن در برابر عثمانیان که جهان اسلام داشت قدرت میگرفت تا جنوب این پلیدان، داد جنوب فرانسه و اینا اومده بودن همینجور گردن میزدن. اینا برای که ترتیب اینا رو بدن، بودن ترتیب ما رو دالا دادن. چیکار کردن؟ صفویه که قدرت گرفت اروپا و ببینید خب انگلستان که رهبری رو داشت و داره، اینها وارد دربار شاه شدن برای که با عثمانیان بتونن جنگ ها رو راه بندازن. اینا خلاصه استعمار غربی اروپایی و انگلیسی از آن صفویه 500 سال پیش وارد میانه ما شد. درست پشت سرش همسایه شمالی ما روسا اومدند. این دوتا اینو
بارها گفتم درس من به شما میدم، نگه دارید. اینهایی هم که صداقت اگه دارن، مردانگی اگه دارن، شرف اگه دارن که ادعای دانشمندی، روشن فکری، استادی، تشکیلاتی میکنن، این درس رو گوش کنن. تا نفهمی از کجا میخوری، هی میخوری. مگر اینکه تو هم دشمنی، اینجا کمین کردی واسه ما. اینو گوش کنید، اینه که میخوام بهتون بگم. مهمه. روس و انگلیس روی جریان ایران با هم متحد بوده و هستند و خواهند بود. بینشون دعوا و درگیری میشه، ولی روی نابودی ما اینا با هم متحدن، روی تقسیم ما اینا با هم متحدن. نمونه های رو بهتون میگم، خوب گوش کنید. روس و انگلیس اینها رو قضیه ایران که ایران یه مستعمری بوده و هست تا الان متفق القول هستن. صفویه که انگلیس ها آلده دربارش میشن، بعد روس ها با جنگ سعی میکنن که ایران رو تصرف کنن. حمله های زیادی میشه، درگیری های زیادی میشه. شما ببینید این لیست رو من براتون میخونم، فقط در دوتا پیمان که با ایران میبندن بعد از جنگ های استعماری که راه میندازن، یکی ترکمنچای. شما زیاد شنیدین ترکمنچای، نمیدونی که هنش، گوش کن. پیمان گلستان، نمیدونی که یعنی چی، گوش کن، میخوام بهت بگم. در پیمان ترکمنچای 1206 بسته میشه و در پیمان گلستان که 1192 ها، الان ما تاریخ تازه 1400 اینجا 1200، یعنی 200 خورده حساب میشه، 207-8 سال پیش، 209 سال پیش، اینها پیمان گلستان رو میبندن. گلستان ایرانیه دیگه، گلستان سعدی، یک شهریه در قفقاز، همه این قفقاز اینا مال ماست. 340 گوش کن بدبخت، گوش کن که دنبالی زرتپرتی اینا هستی، فی توییت میزنین فلان میکنین، همه تون هم دیگه افلاطون شدین، همه هم ارسطو شدین دیگه، سواد اینو ندارین، نمیدونین دشمن کیه کجاست، همه تونم دارن بازی میدن. 340,000 کیلومتر خاک ایران رو 1192 تا یه قرارداد گلستان روسی از ایران میگیره، شامل این ایالت ها میشه. ایالت های مختلف حدود بیش از 10-15 تا ایالت و شهراش رو حساب کنی الان بیش از 70-80 به 100 شهر میرسه که از ما گرفتن همین 200 سال پیش. ایالت گنجه، ایالت قره‌باغ، شکی، شیروان، قبه، این هم ایالته. ایالت دربند، اون دربندی که بعد وقت تو تهران داری بر اساس دربندی که اونجا بوده اسمش. بادکوبه، این بادکوبه هایی که داری آقایون خانوما. ایالت داغستان، ایالت شرق گرجستان، ایالت شوره گل، محال آچوقباشی، بخشی از چچن کنونی، بقیه چچن را بعدن میگیرن از ما، ولی بخشیشو 1192 میگیرن. اینگوش، ایالت اینگوش، محال منگینین، غرب گرجستان. بعد کل گرجستان میگن، الان میگن گرجستان جورجیا، او ما میریم رفتیم او گرجستان، یارو فارسی حرف بزنه، دیدیم من ایران بوده تا 200 سال پیش، ایرانی یعنی نه، از ما گرفتن این روسا. حالا قرارداد ترکمنچای، در ترکمنچای یک منطقه است در آذربایجان، ترکمنچای، و اونجا سه تا ایالت مهم، آذربایجان، قفقاز، ایروان که نخجوان و تالیش اینام توش بود، از ما گرفتند. 17 شهر قفقاز رم در ترکمنچای از ما گرفتند. 17. 250,000 کیلومتر اونجا بود، 340,000 کیلومتر اینجا در ترکمنچای، 250,000 کیلومتر سرزمین تو، سرزمین آریایی رو روسیه از ما گرفت. جمهوری آذربایجان، ارمنستان بخشی از این بود.
1297 تقریبا 100 سال بعد 90 سال بعد انقلاب بلشویک میشه و لنین میاد و امپراتوری روس رو سرنگون میکنه. یکی از شعارهایی که میداده پیش از اینکه قدرت به دست بگیره لنین این بوده که من سرزمینهایی رو که ما اشغال کردیم و مال روسیه نبوده من اینا رو آزاد میکنم. آقای لنین بعد یا خوب دمش کرد. لنین جان درود بر تو. چرا؟ چون لنین به حرفش عمل کرد. میان یک کنفرانس میذارم تو پاریس و لنین اعلام میکنه که من میخوام همه سرزمین هایی که مال ما نیستی گرفتیم پس بدم و به ایران هم همه اینا رو میخوام بهشون بدم. کی مخالفت میکنه؟ کی مخالفت میکنه؟ انگلیس. چون در اصل نجات پرستی فلان اینا بذار کنار، ولی اینا در اصل فکر کنی اینا ضد ما هست. غرب هر کار بکنی ضد ایرانه، هر کار بکنی ضد یهودی است. نجات پرستن اینها، نجات پرستن. برای اینکه ما با یهود باید متحد بشیم این دنیا رو بگیریم خار اینا رو سرویس کنیم، نه که علکی عربستان سعودی تو ماهدت علی خامنه‌ای کرده میکنه 44 ساله وقت میاد میگه به اسرائیل فحش میده. خب تو وقتی به همه یه کسی هر روز فحش بدی خب میره علی چه چیز میکنه؟ مرد ببینید زرنگ باشین، گولی پدر سوختای حرمزاده رو نخونین که آدرس عوضی میدن. غرب جون به جونش بکنی ضد شرق هست. آدمای روشنفکر زیاد داریم، آدمایی که با ما هستن زیادن در قدر، ولی اغلبیت یعنی اکثریت اینا میگن یهودیا عیسی رو کشته. باید کسی خودش یهودی بوده، آقا به تو چه؟ نجات پرستن الان در اروپا میبینید روز به روز داره احزاب رسیستی نجات پرستی که اینا ضد یهودی هم هستن دارن رشد میکنن. و ایران هم از ابهت و قدرتش از زمان روم اینا میترسیدن. خب الان دشمن مشترک داشته و داریم باید متحد بشیم. احمقا نمیشن که الکی آدرس میدن. شما ببینید صبح تا شب سپاه پاسداران، بسیج، تمام نیروهای نظامی تبلیغاتی رسانه‌ای جمهوری اسلامی داره میگه که ما داریم از عربستان سعودی میخوریم. نمیگن؟ صبح تا شب دارن میگن، صبح تا شب دارن میگن ما داریم از عربستان سعودی میخوریم. تمام روزنامه‌ها میگن. ولی این حرومزاده خود سید علی میاد چی میگه؟ البته که بدلش ها میاد میگه اسرائیل، آمریکا. چرا؟ اینا چرا؟ چون بخاطر ای، چون نوکر روسیه است علی خامنه ای. علی خامنه ای حالا مرده زنده کار نداریم، ولی مرده است. من سال 2017 ثابت کردم که این مرده. این ویدیو رو هزاران هزار نفر دیدید، شما دوباره ببینید اینجا در 10 دقیقه 2017 من ثابتی، من خبر دارم. علی خامنه ای که امروز اونجا داره حکومت میکنه علی خامنه ای نیست. علی خامنه ای یک کلونه، یک شبیه سازی شده است. الان هم بهتون نشون میدم که از کی علی خامنه ای شده. برخی این رو ممنوعش کردن به خاطر مسائل دینی و غیره که آدمها رو اینها چنین کاری باهاش نکنن. رو حیوانات این کار رو کردن و بعدن به ویژه ژاک شیراک که یکی از رئیس جمهورای فرانسه بود میدونید با این قضیه مخالفت کرد اون موقع، ولی بسیاری که داره بچه نمیشن و غیره و غیره از این شیوه کلونسازی استفاده میکنن. عزیزان من، آقای خامنه ای با سنی که داره تقریبا 80 سال الان عمرشه، 78، یه آدم 80 ساله که معلولم هست، دستش در انفجار منفجر شده و بعد تصاویر زیادی ازش هست که فرسوده و پیر شده. تصاویر زیادی ازش هست، برید تو شروع ببینید دستگاهی که روی این بابای قلابی کار گذاشتن که همه جا کنترلش کنن. این دستگاه بله که کنترلش کنن یار شب پارش درده به این مهمه که دستگاه رو این وحید حقانیانه، این خامنه‌ایه، این دوتا آدم صدا میزنه میان جلو، این دوتا آدم ها ببینید دکتر مکترش نیستن، ببینید این دستگاه کار میکنه یا نه، چون بسته دیگه باید بلند شه بره نمیره، گوش نکرد. نگاه کنید نگاه داره دست میکنه توی یقه خامنه‌ای، یک بار، دو بار این دست کرد،
نگاه کنین، مثل یک بچه، مثل عروسک با رهبر جمهوری اسلامی ای فاطمه رفسنجانی سی سر حالا بلند شد. نگاه کنین دست میزنه دستی میگه با ولم کنین، میگه ولم کن. اینجا هم بیلاخ میده به خامنه‌ای، بیلاخ دیدین، اینم بیلاخ، بیلاخ هم داد به خامنه‌ای که به رفسنجانی، یعنی دیدی ترتیب دادیم. از 2017 علی خامنه‌ای اصلی نیست. حالا قبلم که بود کی بود؟ قبلم که بود این نوکر روس بود، علی خامنه‌ای نوکر روس بود. زمان قدیم هم این تو جیبش که میرفتی اعلامیه که در میورد تو خانش میدن نزدیک گنبد سبز کوچه اشکان، اعلامیه داس و چکشی بود. داس و چکشی ها چه به قول شاه سرخش باشه چه سیاهش باشه اینا نوکر روسیه بودن. اون موقع اسمش بود اتحاد جماهیر شوروی. چه اینا میرفتن نوکر صدام حسین میشدن اتحاد جماهیر شوروی بود، نوکر لیبی میشدن اتحاد جماهیر شوروی بود، قذافی و اینا سوریه میرفتن قطب‌زاده و یزدی و اینا اتحاد جماهیر شوروی بود، همین اتحاد جماهیر شوروی بود. علی خامنه‌ای اتحاد جماهیر شوروی نوکر اونا بود، هست. حالا یکی جاش گذاشتن. از اون طرف اونجا من میگم نگاه، دانشگاهی که رفته بود درس خونده بود رو من 30 سال پیش به شما گفتم. اصلا رادیو داشتم، رادیو آوای ایران، تو رادیو آوای ایران گفتم این دانشگاهی هست که پاتریس لومومبو و فلان فلان اینا میرن توش درس میخونن، اسم سید علی حسینی توش هست، این همون علی خامنه‌ایه. 30 سال پیش. بعد بعدن جشن گرفتن این دانشگاه، اسم عوض کرد، جایگاهش شد، چه شد چه شد، این مطالبی که من گفته بودم و دیگران نقل کردن اینا. بعد من رفتم خود دانشگاه رو نسبت به خب به هر حال ارتباطات ما هر کار کردم برای ایران بود، ارتباطی که واسه ما برای ایرانه، برای سربلندی ایرانه، تحقیق که کردیم آقا طرف منشی پوتین بوده. حالا نرین دنبالش بخواین بگیرینش ها، یارو نیست دیگه. مامور پوتین نرن واقعا این خانمه رو بگیرنش، نیست دیگه. 5 تا زبون صحبت میکرد، نیست دیگه، نیست توی روسیه، نیست دیگه، نرین دنبالش بگردید. این خانم اون موقع که در پست بود به من پیغام داد، اینم پیغام شما پخش کردیم چرا پیش کی دانشگاه درسته، اطلاعاتی هم که میدن درسته، صدا علی خامنه‌ای درست. گوش کنید پاسخو. تحیاتی تحیاتی سید داوید، کیف حالکم؟ نعم هذا التقرير، نعم هو يبين انه این گزارش مصور من قبل قناه ومراسله ارتي انترناشونال، ولكن انا احتفالات ب 50 عام على تاسيس هذه الجامعه كانت في عام 2000 بشهر نيسان، فهذا يعني انه علي خامنه‌ای اون سالا که رفت اینجا درس خوند به ننش و اینا خواهر مادرش و بچه اینا گفت من دارم میرم نجف، به هوای نجف میره افغانستان، از افغانستان خلیج فارس و دریا و فلان اینا میره افغانستان، از افغانستان میره توی دانشگاه درس میخونه، آموزش میره. برای همینه که مسکو، اتحاد جماهیر شوروی، همه نیروهای چپی که ساخته بود، نیروهای زیادی داشت، هر کی داس و چکش داره ساخته این هست. حتی لوموند من در مقالاتم نوشتم، اینا دیگه اسناد قدیمی بود، برید دنبال کنید، نوشتم اینا، من گفتم موجودم هست، در نیمروز هم نوشتم، در صبح ایران از نیمروز هم 25 سال پیش چاپ شد. لوموند یک مقاله در آوردیم ازش، عکس داس و چکش زده بود و گفت اتحاد جماهیر شوروی زمان شاهنشاه آریامر بود، گفت داره برای کشورهای اسلامی احزابی رو میسازه، چپ رادیکال، که بعضی اصلا سوسیالیستی هن، بعضی هم مسلمان هن. چون از تو اسلام هم مثل آقای پتروشوفسکی، کتاب شدین بخونید اسلام در ایران، پتروشوفسکی نرم گذاشته بودن اینا تحقیق میکردن عنوان محقق و تاریخدان، از تو اسلام ابوذر غفاری رو در میوردن که راهزن بود، گفتن این سوسیالیسته که همینا رو بخورد ما داد علی شریعتی و بقیه و اینا، یک سری اینجور چیزا، متوجه میشین؟ بعدم یادتون نره علی خامنه‌ای رفت مسکو درس خوند، خیلی از اینا تو پاریس
تو لندن، تو امریکا آدم ها رو کاشته بودن، پرورش دادن، جور بهتر بود که تو سرزمین آزاد اتحاد جماهیر شوروی. خب این بابا که بعدم که رفسنجانی رفتون در اینا رو من گفتم با پزشک خمینی و بروجردی اونا صحبت کردم، من آقای پروفسور سیف الدین نبوی جست عزیز من که از جان رفته، ولی تمام مصاحبه های مصاحبات ما رو اینترنت هست، برید گوش کنید. پروفسور سیف الدین نبوی پزشک طالقانی بود، پزشک خمینی بود، پزشک همی علی خامنه ای و هادی زنده است، هادی خامنه ای هم میرفت برای قلب پیشی تهرون. این هست به من گفت در دو سه تا مصاحبه هست، همه اینا رو مجموعش رو اینترنت برید پیدا کنید. پروفسور سیف الدین نبوی من گفت که آقا طالقانی رو کشتن. البته کشتن طالقانی رو من میدونستم چون حاجی شانچی نامی بود که خودش هم مشکوک بود، مرد چند وقت پیش. این حاجی شانچی خودش اون هم تعریف میکرد که زور سفیر روسیه که میاد خونه آیت الله طالقانی اینا بعدش میره میزنن میره طالقانی میمیره، یا طالقانی. خمینی رو مشخصا میگه که کشتنش از نظر پزشکی، میگه چطوری لنفاییدشو میگه، گفتم نزنین، گفتم بزنین میمیره، گفتم. بعد احمد خمینی، من اومدم همون موقع بود که ماهواره آقای ضیاء آتابای رو من آوردم روی ایر جهانی، و وقتی ماهواره رو آوردم روی ایر جهانی همون مصاحبه اولی بود که میبودی با من انجام داد روی انای تیوی که مال ضیا بود، موقع رو ایران پخش میشد. اونجا من مطرح کردم که احمد خمینی، چون توسط خانوادهش به من خبر داده بودن احمد خمینی کشته شده بود، میگم الان اینا ما راز نداریم، که توسط خانوادهش به من خبر دادن که احمد کشتن و گفتن این دکتر پرتویی اطلاعات کامل داره چون پزشکش بوده، و دکتر پرتوی الان فاتح خانم زنده است مثلا زنه، و بچه‌هاش هم که مفخوری دارن میکنن اونجا، خب همه الان خون بچه‌های خودشون رو پدر مادر خودشون رو به پول فروختن، همه از دم، چه بچه‌ها احمد خمینی و چه بچه‌های دیگران. الان بچه‌های احمد خمینی امپراتوری دارن، عشق دنیا دارن، میگن یک بار لندن و واشنگتن و پاریس و فلان اینا میلیاردها دلار رو نمیان بگن اینا رو که باباشون مرده، میگن مثل بچهای رفسنجانی، رفسنجان زدن کشتن روسا، میان بگن فقط فائزه یک سری مواردی رو گفت فائزه، ولی بچهای دیگه هیچ کدوم نمیگن، که هیچ کدوم نمیگن، سودشون رو بهرهشون دارن برن. خب دکتر پرتوی، بعد من وقت اونجا با میبودی مصاحبه کردم، تمام اطلاعاتی که به من داده بود با دکتر پرتوی هم صحبت کردم همون موقع، و دکتر پرتوی گفتم من اینا رو بگم برای شما خطری نداره، ایرادی نداره، گفت نبگو، همه میدونن، من ازشون اجازه پرسیدم، گفتم با هر کی مصاحبه کردم. آقای عباس پالیزدار درود دارم بهش، دکتر عباس بود، تو زندان بود که مفاسد اقتصادی رو افشا کرد، 540-560 رهبر بالای نظام رو، من با اجازه خودش حرفاشو منتشر کردم دکتر عباس پالیزدار رو، بعد زندانی کشید، بعد اذیت شد، شکنجه شد، خب با مهر یزدان پاکان داد. مثلا بچهای دیگه که تو زندان بودن، بچه‌ها تلفن می‌بردن تو، ما با اینو صحبت می‌کردیم، با اجازه خودشون بود، یعنی خودشون این شجاعت و گستاخی، سربازان دلیر آریه میشه، بچه الان که میره خواهر خودش نجات بده، خواهر تو نجات بده، خواهر من نجات بده، میگیرنش تا پای مرگم دلاورانه میره، اونه که از مرگ نمیترسن، که مرگ گر مرد است گو سوی من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. ما به تناسخ روح و اینها معتقدیم، ما معتقدیم که روان انسان جاودانه، مرگ وجود نداره. مجید ما، محسن ما، شکاری را نورد دیگه، نیکای ما، معصوی ما، اینا الان دوباره میان اینجا پادشاهی میکنن، بزرگواری میکنن، روح و روان پایدار و باینده و جاودان است، فره ایزدی است که ماندگار. ولی هیچ وقت واقعا نمردم، همیشه دوست داشتم بمیرم ببینم چجوری میشه، شاید دوباره مثل بازی برگشتم به بازی. برگیر گریبانش زین خاک برونش کن. این دکتر پرتوی هم به من گفت نه بگو اینا رو. من اون سال با میبودی توی برنامه های اولیه بود که برده بودم من اینا رو روی ایر جهانی تو ایران هم پخش میشد، مطرح کردم که آره آقای پرتوی رو داره میگه، سید احمد خمینی هم کشتن، متوجه میشین؟
خب اینا همه رو هر وقت روسیه خطر دید زد کش. تو همین نواری که برید ببینید که مرگ خامنه ای رو ثابت میکنم که توش دستگاه گذاشتن که هر موقع هم یارو بدل رو میکشن، شاسی میزنن، این دستگاه اینجاست، این نگهش میداره. روسیه هست الان تو ایران داره کشتار میکنه، درست مثل کشتاری که زمان مشروطه کرد آزادی خواهان ما رو میدونین که دار میزد، نمیدونین؟ برو نگاه کن، آزادی خواهی مشروطه خواهی ما رو روسیه توی مشهد و تهران و تبریز دار میزد، سربازای خودش دار میزدن اینا رو میکشتن. خب اونا ول کردن ایران رو رفتن، الان که بیشتر منافع احتیاج داره، الان که داره با اوکراین میجنگه، تمام دنیا تحت فشار قرار دادن، خودش اومد سفیرش گفت که تو تهران برید گوش کنید، خودشون آقای دیگه متخصصین روسی اومدن گفتن ما به ایران احتیاج، ایران مال ماست، دست ماست. این پاسدارا رو نگاه نکنین، این تریاکی‌ها، اینا برای که تریاکشون برسه، اینا نوکرن. بشاف داوری فیلم شما نشون دادم، نگاه بشاف وای میسن که دست سفیر رو بشاف بده، این بی شرفا که اینا که کسی نیستن، که اینا که دشمنت باید بشناسی. الان اینها از پتروشوفسکی که از اسلام یادشون داد چجور از اسلام درست کنن یک سوسیالیست بسازن، مثلا در سوریه و عراق اینا، اینا به نام حزب الاشتراکی عربی حکومت میکردن، میگفتن سوسیالیست اشتراکی و اسلامیه و براش اندیشه در آوردن، ایدئولوژی در آوردن، شارلاتانی مثل علی شریعتی هم آوردن اینا. مثلا ابوذر غفاری که راهزن بود، راهزنی میکرد، زندگیش میگردون راهزنه رو، من گفتم یک آدم انقلابی بوده. یا محمد که وقتی میمیره یه قالب ثروت داره، گنج داره محمد وقتی میمیره. این علی شریعتی به دروغ میاد میگه گدا بود وقتی مرد. همون علی شریعتی اسلام شناسی داره تو مشهد درس داده، تأیید میکنه که محمد قبل از مرگ میلیونره، ولی همون علی شریعتی که بعد مأموریت داره، رفته پاریس اومده برای مأموریت، باید برگرده باید مأموریت خودش انجام بده، میاد توی درس اسلام شناسی تهران که داره، برید این دوتا کتاب رو با هم مقایسه کنید، بیدار بشید، آگاهی داشته باشید. میاد میگه که محمد گدا بود وقتی مرد، یک زره داشت چه پول نداشت، نه چون میخواد چپ نمایی کنه. بعد اینها از اسلام هم استفاده کردن، خیلی گفتم، بازم میگم چون باید بگم حسینی مهدی کافیر ساختن با پول عرب ها، تئوری و نظریه روس و انگلیس، و حسینی ارشاد رو ساختن برای فوکول کرواتیا که جامعه رو مذهبی کردن و ترتیب ماردن. حالا ما دشمن باید بشناسیم، یعنی الان اون سابق اینا حمله کردن به سفارت آمریکا که زمان شاه میگن آمریکا فلان میکرد، الان سفارت انگلیس همه کار از چیز دستونه، همه کنترل. این آقا رئیس سازمان امنیت، رئیس امنیت ملی روسیاست. من هم توی گفتگو که آقای سیروس شرفشاهی، استاد شرفشاهی با من داشت، اینو گفتم و هم توی برنامه خودم یک ماه پیش بهتون گفتم، وقتی که رژیم مونده بود که نمیتونستی شعرهای فروزان خشم مردم و خصوصا نسل نوبت جوان رو خاموش کنه، یارو از روسی اومد تو تهران بود که به اینا گویاد داد چی کار بکنین دیگه، از اونجا آمد، رسانه هم گفتن. مسئول امنیتی که میاد که نمیاد شیرکاکو بفروشه که. خب اینا شما باید دشمنشون رو باید بشناسین، تا دشمن نشناسین. حالا همینجا تو پرانتز من بگم، شعارهای مردم ایران، شعارها، این شعارهاست، این شعارها رو خوب بخونید، این شعارهای مردم ایرانه. هر کس پایین تر از این شعارها بخواد با شما بگه، یادتون رو مال مأمور جمهوری اسلامیه، مأمور جمهوری اسلامی هم الان خود شما میدونین چون پول تو کار هست، اینا اصلا سالها کنار بیخ گوش مان، سالها اینها با پولایی که به اینا دادن آدم ها کنار بخیم هست، برنامه میره تلویزیون، برنامه میره مقاله مینویسه، تو تظاهرات میدارن، اینا مأمور هن، مأمور هن. بعضی هم که مأمور نیستن خرن، خر زیاد میشن این روزا، یعنی تو یک چیز میسته دستش فوری میخواد برای همه بفرسته. شعار ها ایناست، هر کی از این شعار اومد پایین، یک دونش حتی گفت نگین بدین مال مأمور جمهوری اسلامیه. حتی من بارها گفتم دوباره تاکید، هر کی آقا به اینا فحش هم ندید، آقا اینا فوش چرا میده، فوش خوار مادر چون آقا مردم من دارم میدم به تو چه، مردم بچه هاشون رو زدن کشتن، بچه های رو کشتن، به خوار مادر تجاوز کردن، قتل عام دارن میکنن، غیر قابل تصور جنایت های اینا،
وقتی فحش میدن تو ناراحت میشی؟ برای شکستن قداست اونی که برای تو مقدسه، اینا حتما فحششونو میدن. تو برو اون هر جت هم میخواد بسوزه. تازه میبینی دخترا میان فحشا رو میدن، دخترها. قداست اینا رو شما باید بشکنید. بابا ننه ها همه پول نگرفتن، خرن. از خریتشونه که چادر و چاقچور تازی صحراگرد رو سرشه، بعضی و عبا و اینا رو سرشه، زنه که انداخته. خب این خره، این که پول نگرفته این خره. باید روشنش کنید شما. الان ببینید دنیا اومد پشت سر شما، هزینه رفتیم ما برای این، ریش و سبیل گرو گذاشتیم، ولی نایمدن پیرپاتالا. جنگ ادامه داره، پیروزی با مردم ایرانه. دفعه اول هم نیست که اینها نمیان نامردی میکنن، رژیم میاد. من همون موقعی که بهتون عرض کردم تلویزیون ضیا آتابای را عزیزم، درود دارم به ضیا آتابای، امیدوارم حالش خوب باشه عزیزم، بیماری داره. شهرام هاشمی نژاد از جهان رفت، اونم تلویزیون دار بود، یادش بخیر. به هر حال وقتی که میدونین چی شد، من تلویزیون آوردم رو ایر. حالا میگم بهتون، بعضی چیز میگم. ما یه وقت توی سنای فرانسه داشتیم صحبتی و قضایی و مپنیام، یه چود سه تا سناتور اینا و یه کسی بود که همه معاوره مالو بود. یه از کتابای ما خوشش آمده بود، صحبت هم که من کردم خیلی خوشش آمده به فرانسه. کتابای ما چندین تا به زبان فرانسه هست، میتونید بخورید، انگلیسی هم داره، روی آمازون پیدا کنید، به دوستای فرانسه زمانتون هدیه بدین. این گفت که یه کتاب توی من خونده بودم و اینا، الانم که صحبت کردی خیلی چه بود و فلان اینا. من وزیرای قدرتمند خارجه فرانسه مهر می‌ورزی می‌کردن، می‌اومدن میاد وای صحبت ما. همین هفته پیشم دو هفته پیشم که کتاب داشتیم، میان کتاب رو می‌خرن نمایشگاه کتاب. مثلا رونالدوما از مقتدرترین وزیرای خارجه دنیا بود، وزیر خارجه فرانسه بود. بعد این بدبخت البته می‌خواستن ترتیب شو بدن اوتش کن که تو میدون نباشه، بیاد رئیس جمهور بشه، برای 200000 فرانک، برای 200000 فرانک منشیش چیزی خریده بود، برای پرونده سازی کردن، بنده خدا نابودش کردن. مثلا ژاک شیراک برای چقدر همینطور، مثلا فرانسوا فیون نخست وزیر بود برای 5000 یورو، برای 5000 یورو تفلک حذفش کردن. اینا رو حذف می‌کنن، ولی این آدم حسابی بودن. پای صحبت من نشسته، ببینید این آقای رونالدو ماس. حالا اون شب توی سنا که ما بودیم و برای جلسه بود و اینا، جلساتی گفتم که گفت ایران چطور میشه با یه همه تمدن 7000 ساله تو نوشته؟ چون اون موقع کتابی از من در مورد پرس ست میلان دو سیویلیزاسیون، یعنی ایران با 7000 سال پیشینه تمدن، من به همه زبانها منتشرش کردم. گفت با این تمدن که آخوندا چی میگن تو ایران اینا؟ گفتم بابا ایشی با ما نیست، هیچ تریبونی نداریم. گفت تریبون یعنی چی؟ گفتم اون موقع از این ماهواره ها نبودی جور کرد. گفتم ها یک AM یه موج کوتاه رادیو به ما بدن، ما 6 ماه بتونیم برای ایران موج کوتاه رادیو پخش کنیم. ما ایران ما، من الان رادیو دارم تو فرانسه، چند سال دارم پخش میکنم، تو این جو فرانسه همه لایکن ایرانیا. تو ایرانی تو خیابون ببین. گفت آره آره. گفت من هر ایرانی رو میبینم میگه من دیگه مسلمان نیستم اینا. گفتم آره. گفت خیلی کارمندای ما ایرانی ان و فلان. گفت آره، این جو تو رادیوی ماست که اینا آفریده. ما همین ایران بتونیم همین کار میتونیم بکنیم، چون با عقل دانش فوش نمیدیم، با منطق کار میکنیم. گفت تلویزیون چطور؟ گفتم تلویزیون که من رادیو دارم، تلویزیون ندارم. گفت هیچ از دوستان اینا تلویزیون نداره اینا. گفتم تو لس آنجلس دوستانمون هستن تلویزیون دارن. گفت ببین تلویزیون هست که اونجا ما بتونیم از اینجا بگیریمش اینا، من یه کاری برات میکنم. گفتم چیکار؟ گفت این صاحب تمام این خدا بود، وقتی میگم خدا. بعد ما اونجا یهو بود که آقای مهندس شجره عزیزم این تلویزیون رو باز کرده بود، ولی اونجا جدا شده بود از ضیا آتابای. ضیا آتابای داشتش و مهبودی هم که رفیق ما بود تو بود. من به مهبودی گفتم که این فرکانسش بده، و بعد گفت نمیتونم از ضیا و خلاص ما فرکانسش گرفتیم، قرار بود فرکانس رو بدیم بی. ما فرکانس دادیم بی، بعد چند روز ما زنگ زد گفت درسته برو ببین. گفتم چجوری ببینم؟ گفت برو ببین یک دیش بذار رو پشت بوم خونت فلان. وقتی دیش گذاشتیم اینا یهو جانیم دیدیم اه داره فیلم ایرانی پخش میکنه. بعد یادم میاد مهبودی هم اومد، چهار صبح بود و خلاصه یه جوری راه افتاد. ولی میخوام اینو به شما بگم، همون موقع ما تونستیم رژیم ساقط کنیم. اما میدونیم چی شد؟ رژیم جمهوری اسلامی برای اینکه چون این روسیه است دیگه، این انگلیسه، خدا چه فکر کردن چهار تا آخوندش پیشه؟ همون موقع اینا نمیدونستن باوره چی به یزدان سوگند،
نمیدونستم ماهواره یعنی چی. خب روس و انگلیسه قدرت جهانی پشت سر اینا. یهو اون تلویزیون یه مدتی بود و داشت میرفت و خیلی معصر واقع شد ایاتون باشه خیلی معصر بود. یه ها اینا آمدن جمهوری اسلامی خودش رفت. مثلا میگم اول اینکه وبایی رو مجانی پخش شد کسی پولی نداد. بعد بعدن گفتن این هزینهش مثلا 2300 هزار دلاره ولی 20,000 30,000 دلار هم در ماه بدن ما قبول داریم اینا. آقا این 150-60 هزار دلار رو جمهوری اسلامی اومد 3 میلیون دلار در سال 3 میلیون دلار داد اومد روی ماهواره با جام جم 26 تا کانال میتونست داشته باشه. 26 تا کانال جهت خوشه رو بوکه میگن. بوکری که کریه بکنی این بوکری که کریه بکنی تا 26 مگابایت مثلا این حرفا داره میتونی 26 تا تلویزیون بزنی میتونی 15 تا بزنی 20 تا رادیو میتونی بزنی. خب اینا اینجوری اومدن سرما رو کلا گذاشت جمهوری اسلامی. الان هم دنیا داره از این انقلاب حمایت میکنه. خب تا دیر نشدی پیرپاتالا باید بیرون پشت سر مردم تظاهرات میلیونی باید بکنین. من حقوق بشر پری روز بود به شما گفتم زمان محمد رضا شاه عزیزم اینا روز حقوق بشر میلیونا نفر آدم آوردن توی خیابون شما نیومدین چرا؟ الان این دفعه رفراندوم یعنی چی؟ رفراندوم یعنی این پدر مادرهای بی شرف بچه‌هاتون میبرن اعدام میکنن میکشن این سلحشور این گردا این دلیرا اینا که من شب تا صبح گریه میکنم. فکر کرده اید خم شدیم ما کشته داده ایم کم شدیم ما فکر کرده اید شب شد و تمام بی خیال صبح دم شدیم ما فکر کرده اید از مذاب داغ پر شده گلوی سبزگوی باغ فکر کرده اید حلقه های دار بست راه این گلوی بیقرار فکر کرده اید فکر کرده اید خسته می شویم جای انتشار بسته می شویم ما شبیه خوشه های گندمیم یک به صد هزار دسته می شویم باز می کنیم قفل و بستتان نیست می شود تمام هستتان راه دیگری نمانده جبر ماست پیش می رویم تا شکستتان فکر کرده اید کور خوانده اید. شما چجوری دلتون میاد که یک تو خیابون به بچه ها نیان؟ این فریده مرادخانی علی خامنه ای داییشه هر چی اینا بخوان برای اینو فرام میتونست بکنه. تو ایران زمان خون و خون ریزی 20 سال پیش دختر اون موقع 30 سالش بود اومد اولین کمیته مبارزه با اعدام رو در ایران درست کرد. همین بچه مبارزه با اعدام اعدام نه بعد اذیت زندان شکنجه فلان بعد کمک به زندانیان سیاسی میرفت خونه زندانیا برسن کی میری سلام به زندانیا چند بار گرفتنش چند بار یه بارش نیومد بگه یه بارش نمیده بگه من گرفتن من رفتم زندان من به زور در آوردم کی میری زندان این اواخر مطرح کردیم بعد از اینکه قبلش هم که با شهبانو هم که اومد اونجا پیام داد اینا من اول بار مطرح کردم با بدبخت کفلیر گرفتنش چندی بار گرفتنش نمیخواد خودنمایی نمیخواد بکنه داییش این مردی که بعد الان تو همین جنبش اخیر نه انقلاب اخیر قبلا یادتونه چند ماه پیش بازداشتش کرده بودن که بازداشتش کردن این رفت تو تظاهرات شرکت کرد میرفت تو تظاهرات چون میدونستین رفت تو تظاهرات یکی از تظاهرات که برگشت گرفتنش حالا احضارش کردن بیو پرانه گرفتنش انداختنش زندان مادرش هم اعلامیه داد که دیدید که خامنه ای دیگه چی براش مون دیگه خواهر برادر نوه هاش آقا
ها منصور خانمم بگم، منصور خانمم، من دیگه اینجا فرصت نیستم تا بحث کنم. به من خبر رسید برنامه روی چیز گذاشتن روی یوتیوب، واسه ببینید صحت می‌دارم. میگم منصور خانم مریض شده بود، رفته بیمارستان، اونجا تو تختی واسن گفت آره منم دارم میمیرم دیگه، پینا دارم من پیش آقام. یعنی تایید کرد مرگ خامنه‌ای رو. اینی که ای تاکید دارم من بر مرگ خامنه‌ای، برای اینکه بعضی تو رو درواسین، چه پاسدار چه نظامی چه فامیل و اینا تو رو درواسین که علی خامنه‌ای این بابا مرده، این روسیه است داره میگردونه، تازه اگرم میبود زنده میبود باز روسیه است که ایران رو داره میگردونه. این ذکاوت ها ذهنیت ها رو روسیه است که میده و انگلیس، روس و انگلیس با هم با پول عرب. شما باید به فکر باشید ایران آزاد کنید. بعدم اینها اومدن میخوان این روزا بگن آقا یلدا رو جشن نگیرید، یلدا رو جشن نگیرید، ما تو خونی مینا پدر سوخته. این اعلامیه مال وزارت اطلاعات رژیمه. بعد امکان داره خوار برادر من، دوستان نزدیک من بیان پخش کنن، نمیفهمن، بی شعور زیاده. فکر کردی شعور خیلی مهمه، شعار میتونیم بدیم، همه ما الان شعاری هستیم، ولی اینا شعور میخواد که شما بفهمید مال وزارت اطلاعاته. بچه های ما دارن خون میدن، کشته میدن که ایران بمانه، جشنهای ایرانی بمانه، جشنهای ایرانی بمانه با شکوه هر که بیشتر برگزار بشه. اومده میگه آقا یلدا رو تحریم کنیم، ما یلدا رو تحریم کنیم، توی پدر سوخته بریزن تو خیابون، حزب الله بازیشون رو بندازن، همه خونها ریخته میشه که جشنهای ایران بمانه. مادران گرد، گردستان سرزمین دلیران. شما همه تون از کرده یاد بگیرید، هم گرد، چون اینا اصیل ترین ایرانیای اوستایی زرتشتی هستند که شما باید پیرو اونها بشید. وقتی که بچه‌شون از دنیا میره، دایره و دف میزنن و موزیک و ساز و دال میزنن و میرقصن، عزیزشو از دست داده، این حرمزاده میان تبریک میگن آقا جشن یلدا رو نگیرید، چه با جشن یلدا نگیرید، فردا میگن نوروز رو نگیرید، حالا فلان بعد وقتا تمام این کارا میشه که این جشن‌ها بمانه. این آدم ها هم بشناسید. همشون البته مزدور نیستن، بعضیشون خرن، شعور ندارن و نمیخونن و این اطلاعاتی برای اینا میفرستن. آقا تو جون ما برای همه آدم ها بفرست. این چون او رو دوستش داره که براش فرستاده، نمیدونه یه رو اطلاعاتیه، هی زنگ میزنه آی دکتر، استاد، آی مهندس، قربان ما خیلی جا کردیم، قربان ما کوچیک شما، دلمون تنگ شده، قربان. اینا خر میشن، پخش میکنن اینا رو. اینا مال وزارت اطلاعاته. ما همه کارا، ما حتی در سوک یاران رقص و جشن و پایکوبی و شادی. من خودم هادی خورسندی نمایشنامه نوشت، مادرم عزیزترین کسم که پر روز سالگردش بود، وقتی که از دنیا رفت روی کشتی و موزیک آذربایجان و شمع و شراب، چون روان که آزاد میشه، برای همینی که من از مردن بچه ما نمیترسن، چیه جریانش؟ روان که آزاد میشه، دوباره بازگشت روان هست برای زندگی برتر و بهتر. اینه من بحث فلسفی که من توی برنامه که نمیتونم بیام به شما بگم. راستا وقتی که موسیقی الان باید بزرگ بداریم، در مقطعی گفتیم که اینا موسیقی و هنر و و الان من میخوام به شما بگم رزم، ورزش های رزمی رو از کودکانتون بهشون یاد بدین تا خودتون که الان بزرگ شدید برین ورزش های رزمی رو یاد بگیرین. این نبرد ادامه داره، نبرد یک شبه تموم نمیشه، نبرد با دشمنان و بیگانگانی که در سرزمین ما هستن ادامه داره. برای پیروزی شما همتون باید رزمی کار بشید، برید جودو، کاراته، کونگ فو، تکواندو، کشتی کج، اینا رو برید یاد بگیرید، بچه هاتون هم بذارین یاد بگیرید. خیلی خوب.
قبلا گفتم بازم تاکید میکنم تجزیه طلبی در کار نیست، ایران هم تجزیه نمیشه، برعکس این مزدوران روس و انگلیس، این اعراب حاکم بر سرزمین اهورایی، این مزدوران ایران رو تجزیه کردن. خلیج فارسی کی داد؟ این پدر سوخته دادن که الان میگن خلیج عربی، کی داد؟ همین هرمزاده. از روز اول من گفتم این خلیج عربی نداره، بگیم بحر خزر دریای مازندران کی داد؟ هیچی نداریم ازش. کی داد؟ کی داد؟ همینا دادن که ایران اینا تجزیه کردن. اگه الان اینا میرن تو زاهدان کشتار میکنن که اونجا مجبور میشن خودشون دفاع کنن، کی تجزیه طلبه؟ سیستم حکومتی روس و انگلیس در ایران حاکمی، پاسدارا اینا. کردستان عزیز، سرزمین دلاوران، قهرمانان، شیران، Apple.